یواش یواش آدم ها تو قرن بیستم بعد از جنگ جهانی اول به این نتیجه میرسن که راه دیگه ای ندارن جز اینکه احیا کنن افکارشون و احساساتشون و این قطعه سولیستی یکی از اون هست. شونبرگ هم تغییر میده دیگه اکسپرسیونیست نیست دیگه اون حالت بودم صحبت میکردم از اون دیدی که تو قرن 19 بود دیده خیلی امیدوار کننده بود همه به هر حال دید مثبتی داشتن فکر میکردن این چیزهای علمی پیشرفتهای علمی که داره تا اواخر قرن 19 اتفاق میفته اینا رو به یه زندگی خیلی امیدوار کننده و راحتری رهنمون میکنه ولی نتیجهش یواش یواش رسید به جنگ جهانی اول و جنگ جهانی اول شما نگاه اولین بار اصلا در تاریخ بشر این 8 میلیون نفر آدم بود توی جنگ یعنی اینا رسید به این مطلب که اون پیشرفته یعنی آخرش رسید به جنگ و این حالت نامونده پیش اومده است درست برعکس افکاری که اواخر قرن 19 بود و شما اصلا تو هنر اول قرن 20 برید نگاه بکنید میبینید تمام مکاتب مثلا مکتب اکسپرسیونیسم و اینا شدیداً حالت ترس و توش پایین بریم کارهای الان اتفاق تو همین لئوپولد موزئوم نقاشی های اسپرسو؟ سی اسپرسو؟ کاپوچینو؟ آه کاپوچینو کاپوچینو یا ایگون شیله درست یه چیزه یه پیشنهاده برای اینکه از این ترس بیم بیرون اونم درست همون موقع داره اتفاق میفته ولی داره پیشنهاد میکنه داره پیشنهادهای امیدوار کننده میکنه این برای ما در این لحظه در این لحظات که الان ما داریم خیلی مهمه که بدونیم که مسلمه هر روزی که از خواب بیدار میشیم ترس داریم به خاطر بچه‌هایی که تو ایران هستن ولی پیشنهاد من مخصوصا پیشنهاد کنم بریم نقاشی اینو ببینیم به خاطر اینکه این تو اون ترس یه امیدواری خیلی جالبی میاره یعنی نشون میده که ما میتونیم امیدوار باشیم یعنی هیچ گونه یعنی چیز بد سطل آشغال فرهنگی نداریم همه چیزها رو مثلا بریزیم تو اون اینو بده بریزیم تو حتی از چیز بد هم میتونیم استفاده کنیم صحبت کردم با تو ببینیم ما آدمایی هستیم که حتی از میکروب استفاده میکنیم نه؟ میکروب برن پادزهر درست میکنیم برش ضد خودش استفاده میکنیم پس ما میتونیم حتی از بدترین چیزها هم استفاده کنیم فقط باید فکر کنیم فقط باید به امیدواری فکر کنیم و این کار رو ایگون شیله به بهترین نحو انجام داده یعنی از اون ترسا اگه نگاه بکنیم اصلا یه دنیای جدیدی درست کرده یعنی یه دنیای درست کرده که این دنیا اصلا نبود و زیبایی کارش تو اینه یعنی یه امیدی میده نه؟ اینو چقدر محاکمه کردن که باید نمیدونم یه سری از نقاشی ها در اصلا بسوزونیم باید میسوزون نقاشی ها چرا بخاطر اینکه بچه های کوچیک و حالت آکت کشیده بود یعنی لخت کشیده بود اینا خواهی میخواد اینجا چرا باید این کار کرده؟ نه آدمی بود آدمی یعنی انسان سکسوال آدمی چیزی نیستش چی میگن؟ خرابی نیستش ولی این داشت سعی میکرد بیاد بره تو اون مسائلی که ما رو جلون میگیره بره اونا رو باش کار بکنه مسائلی که از لحاظ عرف از لحاظ چی میگم مورال اخلاقی جلو ما رو میگیره اونا رو بره باش کار بکنه بره اونا رو باز کنه این خیلی خوب یعنی اینجا شروع مدرنیزم در نقاشی نه یکی از قله های مهم حالا من هم رفتم سراغ قله یکی از قله های مهم نقاشی مدرن همین ایگون شیله است که خواهیم دید یعنی شما این نیا بکنیم میبینید آدم ها دو چی میگن؟ دو تا حالت داره هی داره بازی ذهنی میکنه سلام خوبه هستی؟ خوب هستی؟ خیلی خوشم خوبه
یعنی از روزه اصلا اون موقع اوائل قرن بیستم که عکاسی به وجود میاد، نه؟ عکاسی به وجود میاد. خب قبل از عکاسی بالاخره یکی از کارهای نقاشی این بود که پورتره بکشه دیگه. میومدم بهشون سفارش میدم پورتره ما رو بکش. ولی وقتی عکاسی به وجود میاد دیگه این قضیه از هم اهمیت چرا دست میگیره. یعنی معلوم عکس میدادن دیگه. حالا نقاشی باید یه فکر میکردن که در مقابل این قضیه ما چیکار کنیم. نه اون موقع چطور بود؟ طوری بود که عکاسی میدونی خیلی نور میخواست دیگه اون فیلم هایی که اون موقع است بود. یعنی اگه دیده باشه همه آدم ها اینجوری میشینه چشمشون رو باید میگفتن چشمک چشم نزن اینجوری همه حالت چیزه. و ممنون دوستم.